یه اتفاق شومی که شاید چندین سال قبل افتاد و خیلی جامعه ما رو به بحران کشوند همین سوبسیدی بود که از روی پارچه‌های چادری برداشتن. من یادمه در اون دوران بخش عظیمی از دخترای ما به خاطر حالا یا فقر مالی در زندگیشون یا به دلایل مختلف گرایش به سمت کنار گذاشتن چادر پیدا کردن. مانتو در جامعه خیلی باب شد. خب خانواده‌ای که 5 تا 6 تا دختر داشت واقعا در توانش نبود که برای هر 6 تاشون چادر رو تهیه بکنه. این بود که خیلی این ضربه زد به چادر که حجاب ملی و ارزش ملی ما بود. امروز هم اگر دولت مردای ما در یک اقدام اساسی این حرکت رو انجام بدن که خانواده بتونن ارزون ترین جنسی که میتونن در جامعه پیدا کنن چادر باشه و چادر رو با نازل‌ترین قیمت مهیا کنن و خواهیم دید که این خودش باز اثر خیلی جدی بر جامعه خواهد داشت. خود ما خیلی وقتا میخواییم برای خانواده چادر هدیه ببریم، میبینیم پول زیادی میخواد. ما یادم اون ایام یکی از کارهایی که ما هم میکنیم تو کار تبلیغی خرید کتاب قرآنی بود و چادر بود، چون اینا قیمتاش بود که روی سوبسید اومده بود و راحت تهیه میشد. الان در 15 سال اتفاق دیگه نمیفته. اگر این اتفاق بیفته و دولت بیاد هزینه رو برای خرید پارچه‌های چادری قرار بده، چادرهایی که واقعا حجاب باشه نه چادرهایی که ممکنه در سر زنها خودش بی‌حجابی باشه و همه اندام او رو نمایان کنه، اگر اتفاق بیفته باز هم اون به دوران گذشته برمیگردیم و میتونیم هدایای خودمون نسبت به مؤمنین جامعه و زنهای جامعه همین پارچه‌های چادری قرار بدیم.